اعمال فصل چهارم. هنوز سخن ایشان با قوم به پایان نرسیده بود که کاهنان همراه فرمانده محافظین خانه خدا و پیروان فرقه صدوقی بر سر آنان ریختند. آنان از این که شاگردان قوم را تعلیم می دادند و به اتکای رستاخیز عیسی رستاخیز مردگان را اعلام می کردند سخت ناراحت شده بودند. پس پتروس و یوحنا را گرفتند و چون شام بود تا روز بعد ایشان را در زندان نگه داشتند. اما بسیاری از کسانی که آن پیام را شنیده بودند ایمان آوردند و تعداد مردان ایشان تقریبا به 5000 نفر رسید. روز بعد سران یهود و کلانها و ملایان در اورشلیم جلسه تشکیل دادند. حنا کاهن اعظم و قیافا و یوحنا و اسکندر و همه اعضای خانواده کاهن اعظم حضور داشتند. رسولان را خواستند و از آنان سوال نمودند: با چی قدرت و به چی نام این کار را کرده اید؟ پتروس پر از روح القدس جواب داد: ای سران قوم و ای کلانهای اسرائیل، اگر امروز به خاطر عمل نیکوی که در مورد یک مرد ناتوان انجام شد از ما بازپرسی میکنید و میخواهید بدانید که او به چی وسیله شفا یافت، همه شما و همه قوم اسرائیل بدانند که به نام عیسی مسیح ناصری که شما او را روی صلیب کشتید و خدا او را زنده گردانید. آره، به نام او امروز در حضور همه شما این مرد قوی و تندرست استاده است. این همان سنگی است که شما بنایان آن را خوار شمردید و رد کردید، ولی آخر سنگ اصلی بنا شد. در هیچ کس دیگر رستگاری نیست و در زیر آسمان هیچ نامی جز نام عیسی به مردم عطا نشده است تا با وسیله آن نجات یابیم. وقتی آنان جسارت پدروس و یوحنا را مشاهده کردند و فهمیدند که مردان درس نخوانده و معمولی هستند، متعجب شدند و دانستند که از یاران عیسی بودند. وقتی شخص شفا یافته را همراه پتروس و یوحنا دیدند، نتوانستند گفتار آنان را رد کنند. پس به ایشان امر کردند که از شورا بیرون بروند و سپس درباره این موضوع مشغول بحث شدند و گفتند: با این مردان چی کنیم؟ چون همه ساکنان اورشلیم می دانند که معجزه چشمگیر به وسیله ایشان انجام شده است و ما نمی توانیم منکریان شویم. اما برای این که این جریان در میان قوم بیش از این شایع نشود، با آنها اخطار کنیم که دیگر درباره عیسی با کسی سخن نگویند. آنگاه آنان را خواستند و به ایشان اخطار نمودند که به هیچ وجه به نام عیسی چیزی نگویند و تعلیم ندهند. پتروس و یوحنا در جواب گفتند: خودتان قضاوت کنید، در نظر خدا چی چیز درست است؟ از خدا اطاعت کنیم یا از شما؟ اما ما نمی توانیم از گفتن آن چی دیده ایم و شنیده ایم دست برداریم. آنان پتروس و یوحنا را پس از تعدید بسیار رخصت دادند، زیرا راهی نیافتند تا ایشان را جزا بدهند. از آن رو که همه خدا را برای آنچه واقع شده بود حمد می گفتند. مردی که این معجزه شفا در مورد او انجام شده بود بیش از 40 سال داشت. وقتی که این دو شاگرد از آنجا رخصت شدند، پیش دوستان خود پس رفتند و چیزهایی را که سران کاهنان و کلانها به آنان گفته بودند باز گفتند. وقتی آنان با خبر شدند، همه با یک دل به درگاه خدا دعا کردند و گفتند: ای پروردگار، خالق آسمان و زمین و دریا و آنچی در آنهاست، تو به وسیله روح القدس از زبان پدر ما داوود بنده خود فرمودی: چرا مردم جهان شورش می کنند و قومها به باطل می اندیشند؟ پادشاهان دنیا بر می خیزند و حکمرانان ایشان جمع می شوند بر ضد خداوند و بر ضد مسیح او. در واقع در همین شهر بر ضد بنده مقدس تو عیسی که تو مقرر فرمودی جمع شدند. هیرودیس و پینتیوس پیلاتوس با غیر یهودیان و قوم اسرائیل دست به دست هم دادند و همه اعمال را که تو با قدرت و اراده خود از پیش مقرر فرموده بودی به انجام رسانیدند. اکنون ای خداوند، تهدیدات آنها را ملاحظه فرما و بندگانت را توانا گردان تا پیامت را با شهامت بیان کنند. دست خود را به جهت شفا دادن و جاری ساختن نشانی ها و معجزاتی که به نام بنده مقدس تو عیسی انجام میگیرد دراز کن. هنگامی که دعایشان به پایان رسید، ساختمان محل اجتماع آنان به لرزه در آمد و همه از روح القدس پرگشتند و کلام خدا را با شهامت بیان می کردند. همه مؤمنان از دل و جان همدست شده بودند
و هیچ کس دارایی خود را از خود نمی دانست، بلکه همه در اموال یک دیگر شریک بودند. رسولان بر رستاخیز عیسی خداوند با قدرت زیاد شهادت می دادند و خدا برکت فراوان به آنها عطا می فرمود. هیچ کس در میان ایشان محتاج نبود، زیرا هر کس زمین یا خانه داشت آن را می فروخت، پولش را می آورد و در اختیار رسولان می گذاشت و به این ترتیب بین محتاجان به نسبت احتیاجشان تقسیم می شد. مثلا یوسف که رسولان او را برنابا یعنی تشویق کننده می نامیدند و از قبیله لاوی و اهل قبرس بود، زمین داشت، آن را فروخت و پولش را در اختیار رسولان گذاشت.